سلام با 180 ثانیه جمعه دوم شهریور ما رو همراهی کنید 16 سناتور جمهوری خواه در کنگره آمریکا با ارسال نامه ای از وزارت خزانه داری این کشور خواستند تا با اعمال حد اکثر فشار طرح اخراج ایران از نظام بین المللی مالی سویفت را عملی کند. این نمایندگان دلیل این اقدام را حمایت ایران از گروه های تروریستی اعلام کردند. گوگل شماری از کانال های یوتیوب و سایر حساب های کاربری را به دلیل ارتباط مخفیانها با کارزار اطلاعات جعلی مرتبط با ایران مسدود کرد. بر همین مبنا 39 کانال یوتیوب، 6 وبلاگ در بلاگر و 13 حساب در گوگل پلاس که ارتباطشان را با صدا و سیمای ایران پنهان کرده بودند، مسدود شدند. شجاع حسین زاده مدیر کانال تلگرامی بان نیوز به اتهام توهین به رئیس جمهوری به تحمل 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شد. وی در این باره گفته است که علت اتهام او انتشار پستی است که به چرخاندن کلید آقای روحانی در جهت مخالف و اینکه به برخی از وعده های خود عمل نکرده پرداخته شده است. ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری ایران نبود شغل و عدم درآمد کافی را از عوامل اصلی افزایش مهاجرت از روستا به شهر دانست و افزود دلیل مهاجرتش هست در روستاییان بیکاری و نداشتن درآمد کافی برای فرزندان فارغ و تحصیل دانشگاهیشان است. وبسایت سنی آنلاین که اخبار مربوط به اهل سنت ایران را پوشش میدهد روز پنج شنبه اول شهریور ماه به نقل از منابعی که به نامشان اشاره نکرده گفت در تهران از برگزاری نماز عید قربان توسط اهل سنت جلوگیری شده است. در این گزارش آمده است نیروهای امنیتی روز چهارشنبه با حضور در ورودی بعضی از نمازخانه های اهل سنت تهران از جمله رسالت، یافتاباد، پونک، خلیج فارس و تعدادی دیگر از نمازخانه ها مانع برگزاری نماز عید قربان در این نمازخانه ها شدند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در توییتر خود هشدار داده جلسه بین رهبران حوسی و حزب الله نشانگر ماهیت خطر تروریستی منطقه است نیروهای نیابتی حکومت ایران در لبنان و یمن صلح و ثبات کل خاور میانه را به خطر میاندازند جامعه جهانی باید به این مسئله توجه کرده و شدیدا نگران آن باشد اشاره نیکی هیلی به دیدار هیئت شبه نظامیان حوسی یمن با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان است خبرگزاری تاس اعلام کرد که کرملین در تدارک سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عربستان سعودی است. ملک سلمان اکتبر سال گذشته به عنوان نخستین پادشاه عربستان به روسیه سفر کرده بود.